سلام رفقا، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون توپ باشه. دنیای جام وقتو که دیگه همتون میشناسید، شاخ مجازی که درآمد میلیاردی و بالایی از فضای مجازی به دست میاره و کل این درآمدش هم از اینستاگرام و یوتیوب و سایت‌های شرط بندیشه. و خب بدترین اتفاقی که میتونست تو این روزا برای دنیای جام وقت بیفته اینه که طرح سیانت از فضای مجازی تصویب بشه و اینترنت ایران یه جورایی بره رو هوا و دنیای جانبخ از این درآمد میلیاردیش هیچ چیزی آیدش نشه. دنیای جانبخ که میدونی 14 میلیون فالوور توی اینستاگرام داره و یه جورایی نونشو داره از فضای مجازی و اینستاگرام در میاره. از شاید کسی به اندازه دنیای جانبخ از تصویب این طرح ضرر نکرده باشه. دنیای جانبخ توی پیج اینستاگرامش نسبت به طرح سیانت و تصویب شدنش توسط مجلس واکنش نشون داد. اون توی استوری نوشت: دوستان میشه از وضعیت سرعت اینترنتتون بگید؟ میگن خیلی بد شده نت تو ایران. من ویوهام اصلا کم نشده، ولی میشنوم که میگن هی قطع میشه. آیا این قضیه صحت داره؟ پس بوی خدافزی میاد. چقدر نامردن. اینترنت هم گرفتن از مردم. خدا وکیلی چجوری اونجا میتونید زندگی کنید؟ هیچی شبیه هیچ جا نیست. میدونی چی واسم عجیبه؟ چطور ممکنه یه نفر که همه چی داره اینجا برگرده؟ بره جایی که حتی دیگه قراره اینترنت هم نداشته باشه. یعنی یه نفر میتونه انقدر عاشق ایران باشه که هر مشکلی رو به جون بخره؟ بابا دمت گرم. از این همه وطن پرستی یکی از ضربه ها رو همین خواننده ها میخورن که دیگه موزیکاشون رو به سختی باید پخش کنن. کلاً این قطع شدن اینترنت خیلی غیر منطقیه. یعنی ارتباط با جهان قطع. کره شمالیه. بعدم دایرکت های یه سری از افراد موافق و مخالف خودش رو قرار دادش که خیلی دنیا رو وطن فروش و خائن خطاب کرده بودن، خیلی هم ابراز نگرانی کرده بودن و اینجوری ناراحتیشون رو ابراز کرده بودن. واسه دنیای جام وقت به این شکل که میبینید دایرکت گذاشته بودن که دنیا یه چند تا از اونها رو اسکرین شات گرفته بود و منتشر کرده بود. دوستان به نظرتون این طرح سیانت چقدر جدی و آیا ممکنه به صورت کلی پهنای باند اینستاگرام و گوگل و یوتیوب و خیلی از سایت‌های خارجی دیگر رو بگیرن و محدودش کنن؟ به نظرتون این اتفاق میفته؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت برام بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کامنت بذارید و کانال رو هم اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.